کردی؟ نکردم. کردی کردی، من از چشمات خوندم خیلی دوست داشتی که بیام. نمیخواستم. آه، معبد آپولوه. همیشه میخواستم بیام. یعنی میخواستی اینجا بیای؟ نره، تقریبا 2500 سال پیش جایی که شهاب سنگ خورده بوده، اینا اینجا برای اون ساختن. یعنی الان ما تو مرکز دنیاییم؟ آره. چرا میخواستی بیای اینجا؟ از معماریش خوشم میاد، یعنی هیچ وقت نتونستن اینجا رو تموم کنن. و آپولونیوس همزمان هم خدای آتش بوده، هم خدای شعر، همچنین جزء کائناتی بوده که با توجه به آینده زندگی کرده. مثل تو؟ همیشه به فکر آینده بوده و اصلا تو لحظه زندگی نکرده. حتی مگه به خاطر همین از عشقش دست نکشیده بود؟ همچین چیزی بوده؟ البته که تو به اون قسمت اهمیت ندادی. خب چی بوده؟ تعریف کنم؟ آره تعریف کن. آپولونیوس یه روزی در کنار رودی با زیباترین زن دنیا آشنا میشه و عاشق اون میشه. به زنه میگه که به من اسم تو بگو پرنسس. در مورد بورسی اشتباهی شده، میشه اسمتونو بگیم؟ نه، نمیتونین اسممو بدونین، لایق دونستنش نیستین. بعد زنه بهش میگه من پرنسس نیستم، من فقط یه انسانم. آپولونیوس تحت تأثیرش قرار میگیره، تصمیم میگیره باهاش ازدواج کنه و سعی میکنه زنه رو راضی کنه. تلاش میکنه، بعد ای زنه راضی میشه. اما لحظه ی آخر آپولونیوس یادش میاد که فنا ناپذیره. خب؟ متوجه این موضوع میشه که زن قراره پیر بشه و از این دنیا بره. برای اینکه اونو ناراحت نکنه میگه منتظرم باش، برمیگردم. بعد میره. زن منتظر میمونه. اصلا امیدشو از برگشتنش از دست نمیده و اونقدر چشم راه میمونه که تبدیل به گل آفتاب گردون میشه. خدای آتش، یعنی به جون خریده که نگاه کنه و بسوزه. خیلی ساکت نیست؟ انگار که تو دنیا فقط من و تو وجود داریم. آره، آره ادایودس، آماده ی زیباترین منظره دنیا هستی که ببینی؟ آره. واقعا؟ قهوه میخوری؟ میخورم. خیلی خوب. یالا بیا، اینم لیوانم اینجاست. خب قرمز یا آبی؟ بیا تو آبی. تو آبی؟ آبی. مرسی. یکم بعد که الان آره بارش شهاب سنگ شروع میشه. وقتی ستاره دنبال دار ببینی آرزو میکنی؟ نه. تو چی؟ ساکت. امشب همه چیزایی که منتظرش بودی واقعی میشه. شروع شد. خیلی زیاد نیستن؟ آره نگاه کن، از اونجا رد شد. آرزو کن. واسه اونم. همه جا ساکت شو، دارم آرزو میکنم. سیریوس کجاست؟ کدوم طرفه؟
الان نشون دادنش یکم سخته. تو میدونی؟ ببینم. ببین اونو میبینی؟ اونو میبینی؟ آره اون ستاره است. اونی که میدرخشه؟ آره اونی که بیشتر میدرخشه. سیریوس. وقتی اولین بار سیریوس رو پیدا کردم کرم زده بود، غرق خون بود، زخمی شده بود. تمیزش کردم، پانسمانش کردم، یه جورایی به زندگی برش گردوندم. برای همین تو دنیا فقط به من اعتماد میکنه. منو میلو هم از بچگی با هم دوستیم. به من نمیتونست بگه ادا، میگفت دادا دادا دادا. به خاطر همینم هنوز میگه دادا. برای همینم هنوز دادا میگه. خوشم اومد ازش، خیلی بامزه است. همشون خیلی بامزه. خوش شانسی. بعد از اینکه دانشگاه تموم شد چیکار میخوای بکنی؟ قطعا میرم ایتالیا. مشهورترین معمار دنیا میشم. شایدم یه روز توی باغچه‌ای که طراحی کردم همدیگه رو دیدیم. آره با کمال میل تو حیاتی که تو درست کرده باشی میگردم. ستاره دنباله‌دار رد شد. آرزو کن. کردم. چه آرزویی؟ یه چیز خوب. وقتی خورشید طلوع کرد تو رو میبرم یه جای دیگه. یلا. یه جای دیگه هم هست؟ آره. خیلی شب خوبیه مگه نه؟ آره بیا. یالا بریم. به نظرت به اندازه کافی آرزو کردم؟ هنوز وقت داری. فکر کنم کافی بود. به نظرت با هر ستاره دنبالی داری که رد شد همون آرزو رو بکنی حتما برآورده میشه؟ به نظرم علکی هر آرزوی نه، یعنی آرزوهای متفاوتی کنم. یکسان نیستن. انگی بیدار شدی؟ آره بیدار شدم. تو چی؟ تو بیدار شدی دختر شیرین؟ به سرکان دسترسی ندارم. پیری. چه پریلی؟ بازم عصبی شدم. به نظرت این هتل باعث میشه استرس بگیرم؟ یا نمیدونم به خاطر امضای قراردادی که من عصبی میشم؟ من چرا عصبی شدم؟ یه لحظه اینجوریم، یه لحظه اونجوریم. بی خیال، تو چی میگفتی؟ هیچی. هیچی نیست. هست. سرکان و ادا جوابمو نمیدن. زنگ میزنم جواب نمیدن. به اتاقشون زنگ میزنم جواب نمیدن. به اتاقشون بریم. به اتاقشون حمله کنیم؟ تو به من میگی به اتاق سرکان حمله کنم؟ آره؟ در بزنی؟ پریل سارا خدا یکم سرکانو راحت بذار. ببین با نامزدش اومده، شاید میخواد خوش بگذرونه. بابا ولشون کن، خودت هم یکم ول کن. لطفا خودتو ول کن. هنوز شونم درد میکنه. تو زندگیم اینقدر حرف نزده بودم. تو؟ آره من. منم هیچ وقت اینقدر حرف نزده بودم. حتی نفهمیدم چجوری صبح شد. اون ستاره ها عجله چشم کنار نمیرن. به نظرم بهترین شب زندگیم بود. ادا باید سریع تر بریم. سرکان. بله. ببین با من بد رفتار نکنه. اینو از کجا در آوردی؟ هر موقع با هم صمیمی میشیم تو با هم بد رفتار میکنی. باشه، یعنی بد رفتاری نمیکنم. مواظب باش. من جدیم. گفته بودی حدتو نگذرون، واسه همین میگم. بالاخره ما نقش نامزد همو بازی میکنیم، یعنی هر دقیقه با همیم، با هم وقت میگذرونیم. اینکه با هم یه چیزایی رو تجربه کنیم خیلی نرماله، اما وقتی تو با هم بد رفتار میکنی من حس بدی میگیرم، یعنی یه روز خوب نمیگذره. ادا گوش کن. این صدای چیه؟ وای چقدر خوشگله. تو چرا به هم نگفتی؟ وای شنا کنیم فقط یه بار، یعنی اگه که دیرت نمیشه. لطفاً
بجام جون. بیا راستی سرکان اینا کجان؟ آها این سوال خیلی مهمیه. سرکان کجاست؟ سرکان کجاست؟ نمیدونم. از صبح به سرکان زنگ میزنم در دسترس نیست. اگه توی اون قرارداد نوشته باشن کل روزو از اتاق نیام بیرون من تعجب نمیکنم. فرید انقدر چرت و پرت نگو. نمیدونم چرا انقدر استرس دارید. آدم تهش قراره یه جایزه بگیره. در ضمن من تا امروز ندیدم سرکان دیر کنه یا کار اشتباهی انجام بده. چرا نگرانید؟ آروم باشید. درست من دیشب باهاش صحبت کردم. بعد از امسای قرارداد آقا بیرول ازم خواست که با تجهیزات گرفتن کشتی آماده کنم. من آماده کردم اما زنگ زدم جواب نداد. برگشت. چیکار کنم؟ خوبه، هر وقت خواست حرف بزنه حرف میزنیم. یعنی نمیتونیم بهش رسیدگی کنیم، کار داریم. اینو تصور کنید که روی این لباس یک کت هست. عینکم هست. خب عینکو در میارم. بعدش میشینم و حرف میزنیم. مثلا ازم میپرسن 5 سال بعد خودتو کجا میبینی؟ آها منم میگم 5 سال بعد مدیر این شرکتم. زیاده روی کردم مگه نه؟ آره میدونم زیاده روی کردم. باشه من حلش میکنم. خیالت راحت. چی کار کنیم؟ آیفر خانم. یکی گفت آیفر؟ انگار گفتن آیفر. آیفر خانم. آقا سیفی چطورین؟ خوبم، شما چطورین؟ بفرمایین. خوبم، اومدم ببرمتون پیش آیدان خانم. آخ باشه، شما هم حرف گوش کنید ولی اونقدرم نمیشه دیگه. چند دقیقه بهم وقت بدید من همه چی رو توضیح میدم. یعنی برای اینکه منو رد نکنید زنگ نزدم تا اینجا اومدم. منو از اینجا رد نکنید. آه این چه حرفیه. بفرمایید بیایید توی قهوه بخوریم. بفرمایید. یعنی شرایط اینطوریه. دلیل اینکه آقا سرکانم نزدیکش زندگی میکنه اینه. سالهای زیادی آیدان خانم نمیتونه از خونه بره بیرون، وگرنه دعوتتون رو رد نمیکرد و میومد. فوبیای چی؟ آگورافوبیا. تو شلوغی نمیتونه بمونه، تو نامزدی هم دور مونده بود، اما خدا رو شکر تو خونه خودش راحته. من از کجا بدونم؟ به زنه گفتم برای بازدید بیاد. ای خدایا
اما ادا هم هیچی به همون نگفت. کی میدونه؟ ادا از کجا باید بدونه؟ همه اینو میدونن ولی چون دوستش دارن کسی چیزی نمیگه بهش. خیلی دوستش دارن؟ خب چی کار کنیم؟ یالا حاضر شید بریم. پس من پایین منتظرتونم، شما آماده شید و بیایید. قهوه هم یه موقع دیگه میخوریم دیگه. فنجونا رو هم برگردونده بودیم، حیف شد. یالا آیفر جون، به ما چه ربطی داره؟ یعنی چی چه ربطی داره؟ کوپس خواهر بودیم، فقط حرف بود. یالا به خاطر ادا، به خاطر ادا، به خاطر من، منو تنها نذارید. نگران نباش آیفر جون، ما پیشتیم. آها همینه. ولی من قرار دارم، نمیتونم. با من بدرفتاری نکنا، از اونجا میری. آه، در اصل ما یه برنامه‌ای داشتیم. فاطمه، یه رو به پنج پخشش کن. خوب میشه، زمان مناسبیه. بعدن ازم تشکر میکنی. سرکان؟ سرکان کجایی؟ مراسم جایزه، کارهای امضا، گروه، همه منتظرتیم. همه چی آماده است؟ البته که حاضره. پس بی خودی داریم حرف میزنیم پرول. میان اشتباه من بود، من نباید قبول میکردم. آخرین روزمونه. آره، فقط یه چیزی باقی مونده، قرارداد و امضاهاش. دوست داشته باشه کافیه و من باید با سرین تنها باشم. 5 دقیقه هم کافیه. یعنی میگی 5 دقیقه کافیه که تحت تاثیرش قرار بدم؟ آره، اگه 5 دقیقه بمونم میتونم اونو از مسخره بازی فرید منصرف کنم. ولی فرید متوجه شرایط هست، 1 دقیقه هم تنهاش نمیذاره. سلین واقعا زن خوششانسیه. آره، اما به من کمک میکنی مگه نه؟ یعنی فریدو دور نگه میداری، اگه لازم باشه اوضاعو به هم میریزی. البته که کمک میکنم، اوضاعو به هم میریزم و بهت کمک میکنم. این برای منم بهتره. خوبه پس. یه مگه جونم، کاری نکردیم. بعدش هم گفتیم از نبودنت استفاده کنیم، یکم فامیل بازی کنیم. یعنی آتش بس به جنگای فامیلی. بی خیال، تو اینا رو ول کن. آنتالیا چطوره؟ خوش میگذره؟ ادا جون، آنتالیا رو میگم، چطور میگذره؟ آتیشه، چرا انقدر عجیب غریب نگاه میکنی؟ اونجا چه خبره؟ گرمه، خیلی خیلی گرمه. دخترم من باید قطع کنم، داریم میریم جشن. میبوسمتون، خداحافظ. خیلی خوشگل شدی. ممنونم. لباستم خیلی بهت میاد. ممنونم که پوشیدی. تو هم خیلی شیکی، مثل همیشه. واقعا خیلی خوشگلی. بریم؟ باشه، بریم. بریم پس. بله، بالاخره تونستیم آشنا شیم. البته یکم دیر. بی خیال. آقا الپتکین، آقا اردن میخواد فوری با شما حرف بزنه. بیا اردم جون، بیا. اینجا خالیه؟ بشین. نه البته که خالیه، چرا نباشه آخه.
سلام رئیس بزرگ، اینو آقای انگین دادن که شما فوری امضا کنید. یعنی چون باید فوری امضا می شد منم فوری نشستم، وگرنه چه دلیلی داره که من فوری بشینم؟ ها خب بفرمایید. سلام فیفی خانم. به مهمونی بدون دعوت چی میگن؟ یعنی تو زمان اشتباه آدم درست؟ نه بازم نشد. نه بازم نشد. برای نهار اومدی؟ نه اومدم آپولو هوا کنم. آره برای نهار اومدی. نهار. خب آیدان خانم، غذا بخورم؟ گشنه ای؟ گشنم. معلومه چون فوری نشستی پشت میز. سیفی یه بشقابی بیار، یه کاری بکن. امضا تو خیلی قشنگه. ممنونم. خب آیفر خانم، شما گفته بودین که اهل ماردینی. من گفته بودم، اما بله اهل ماردینم. از کجاش؟ داخلش، بیرونش، همه جاش مال اوناست. همه جا، هر جایی، همه جا برای شماست، مال ماست، برای ماست. اگه اضافیه من اونو بردارم. چیا؟ دستتو. از این رفتارای عصبیت خیلی خوشم میاد. ببخشید. بله بفرمایید. البته وقت دارم. باشه، روز خوش. کی بود؟ چی شد؟ ملو؟ ملو؟ خوبی دخترم؟ ملو؟ آی فرجون چرا داد میزنی؟ چه میدونم من؟ رفتی، موندی، برگشتی، قش کردی، چی شدی؟ مصاحبه کاری قراره آنلاین باشه، من اصلا آماده نیستم، لپتاپم همراهم نیست. الان؟ آره. حالا چی کار کنی؟ بری؟ آماده ای، نگران نباش. به نظر من که الکی تلاش نکن، چون اگه این مصاحبه آنلاین باشه با توجه به آمار 16% میتونی موفق بشی، یعنی به احتمال زیاد موفق نمیشی، واسه همین الکی تلاش نکن. آره. چرا اینطوری داری میگی؟ جای اینکه امید بهش بدی داری استرس وارد میکنی؟ اینم دقیقاً یه اشتباه شناخته شده دیگه است، ولی هرچی آیفر خانوم بگه. تو فکراتو برای خودت نگه دار. من قطعاً موفق نمیشم. نمیتونم باهاشون صحبت کنم چون من تا حالا این کارو آنلاین نکردم. وایسا دخترم، وایسا. سیفی، لپتاپ منو میاری برای ملو خانوم؟ حل شد. باشه. حالا آروم باش. واقعاً ببخشید. ولی برای هر آدمی یه بار پیش اومده مگه نه؟ آماده شدن برای قرار کاری؟ به جز شما، احتمال اینکه به سر هر انسان دیگه اومده باشه بالاتره. آبجی آیدان، خانوم. مشکلی نیست دخترم، کار مهمتره. خیلی ممنون اما البتکین. آقا، فقط آقا. دوباره ذهنم به هم ریخت. همه چی عالیه، تو بی نظیری سلین، تبلیغات هتل عالی شده. فقط امروز رو بگذرونیم، قرار دادی که آقا بیرول باید امضا کنم هست. کار کردن توی دوتا شرکت سخته، بهتره بی خیال شرکت سرکانی نابشی ها؟ دارن میان. حالتون چطوره؟ ممنون، شما چطورین؟ خیلی خوش اومدیم. ممنونم. خوش اومدی. سلام به همه. سرکان، عشقم. من با اجازتون برم. خوش اومدی ادا جون. شما هم خوش اومدین. امشب قرارداد امضا میکنیم. میخوام طراح پروژه‌ام تو باشی ادا جون. من؟ چطور؟ آقا سرکان میتونه یا نمیتونه؟ البته که میتونه. ادا خیلی زن با استعداد قویه، هر کاری میتونه بکنه. پس بعد از مراسم برای امضا منتظرتون هستیم. خیلی عالیه. فقط بعد از مراسم باید یه 10 دقیقه با سلین صحبت کنم، واسه همین یکم منتظرتون میذارم. ذاتم بعدش به کشی دعوتتون میکنم واسه جشن. خوبه، ولی ما زود برمیگردیم چون اصل داریم برمیگردیم لندن. البته متوجهم،
میدونی تو لندن واسه این پروژه خیلی تلاش کردیم، واسه همین برای آرت لایف این یکی از مهمترین پروژه هاست. پس جایزتون رو بگیرین و واسه امضا بیاید پیش ما. باشه، میبینیمتون. خب این موضوع مهمی که میخوای با من در میون بذاری چی؟ موضوع مهمیه دیگه، لطفا سلین. فرید من میخواستم درباره یه چیزی با حرف بزنم. این زمینای بالایی، بیا از این طرف بریم. درباره اومدن فرید به شرکته؟ فقط اون نیست، درباره تأثیر تصمیماتت رو زندگی ماست. همین که میخوام یکم واضح باهات صحبت بکنم. باشه، پس بعد از مراسم من پیدات میکنم. باشه، من میرم اون طرف. توت، عینک، چرت نگو، عینک زیادیه. آره اینو بگیر. باشه بدش. سیفی، ببینم کجا موندی. نه من منتظر سیفی نمیمونم، این طرف یه میزی بود. وایسا دخترم وایسا، بیا از این میز استفاده کن، لازم نیست عجله کنی. واقعا خیلی ممنونم. خواهش میکنم. به نظرم خودت باش. چطوری؟ یعنی خودت باش. صافی میدونی چیه؟ بدون اینکه خودتو از صافی بگذرونی، خودتو طبیعی نشون بده. همین، من اینطوری وارد کار شدم. اینجوری وارد کار شدی؟ نه بابا، من از این غلط ها نمی کنم. بابای من یه لطفی به آقا انگین کرد و منم اینجوری استخدام شدم. یعنی چنان لطف بزرگی که حتی نمیتونن اخراجم کنن. دارن زنگ میزنن. آروم باش، آروم باش. چطورم؟ خوبم. همه چی خوبه مگه نه؟ خوبه، آفرین. برو عقبتر دیده نشی. نه، میخوام جواب بدم. آره زود باش. سلام. سلام علیک خانم. سلام، خسته نباشی. رزومتون رو با جزئیات بررسی کردیم. در واقع ما دنبال یه فرد با تجربه تری هستیم. خب اینطوریه که من باید بهتون بگم که من نمیتونم مدیر فروش بشم، چون در حالت عادی کارگر بودم، یعنی کارگری کردم، یعنی در اصل فروشندگی کردم، چون بدون فروشندگی هم که نمیشه مدیر فروش شد، مگه نه؟ خیلی فروختم. وقتی به رزومتون نگاه میکنم میبینم قبلا خیلی زیاد کار عوض کردین، کار ثابت تری. به خاطر چیزه، یعنی من خیلی دنبال خودم میگردم در اصل، یعنی اینکه یعنی خودمو پیدا کردم. شما منو بذارید اونجا و سه روز دیگه بیاین، من همون جایی که گذاشتید همون جوری خواهم موند. پر انرژی هم. من پر انرژی هم، پر انرژی. فهمیدم، همونطور که گفتم مدامبالی یه فرد با تجربه تر هستیم. ممنونم برای درخواستتون، روز بخیر. اما کاش یکم گوش میدادید. ای بابا، بی خیال. ملو، باش، ناراحت نباش. آخه چطوری ناراحت نشم؟ واسه آدمی مثل من چند بار تو زندگی همچین فرصتی هست؟ بقیه ی زندگی ما باید موقع تمیز کردن میزا واسه این حسرت بخورم. اینا هم که چقدر اعصاب خرد کن بودن. هنوز شروع نکرده میگن دنبال آدم با تجربه تری هستیم. نمیدونم والا دنبال چی هستیم. ای بابا، یکم تقصیر من بود. من تو زندگیم برای اولین بار دیر کردم. اینم نصیب شما شد، تمرکزشو به هم ریختم. بزرگش نکن سیفی، مشخص بود نمیشه. اگه اینو من بگم یه جرم بزرگی میشه. خودتو ناراحت نکن ملو، چون واسط یه کار خوب پیدا میکنیم. نه خب، داره درست میگه، من فیلتر ندارم. یعنی هرچی تو ذهنم رو میگم. اول باید یه سبک سنگین کنم، یکم فکر کنم، ببینم با کی حرف میزنم، چی میگم. اما نیست دیگه. فکر کن ملو عزیزم. یکم تنها بمونه میریم آیفر جون. فیلتر نیست که نیست. در مورد همه چی نظر میدی. منم فیلتر ندارم، فیلتر نباشه اینجوری میشه دیگه. این فیلتر که میگی چیه؟ کجاست؟ فیلتر عقل دیگه. چیزی هست که ازم بخوای؟ نه، به لطف تو همه چی رو براهه. ممنونم.
پس من راحتت میذارم. موفق باشی. باشه. آقا سرکان بفرمایین لطفا. برو ببینم بودو. آفری. اونجوری نگاه نکنین. شما هم وقتی تو مسابقه میدوین و برنده نمیشین چه حسی دارین؟ منم الان همون حسو دارم. من حتی اسب مسابقه هم نیستم. من از اولش هم باختم. برای کار نباید ناراحت بشی. ناراحت نباش دخترم. باید فرصتایی که میاد و بچسبی. شما هم دیدین چطوری آبروم رفت. آه اینطوری فکر نکن. همه ما اولش از این راه ها گذشتیم. من باور دارم آدم واسه اثبات خودش لایق یه فرصت هست. نمیدونم پس این فرصت کی پیش میاد. همش هیجان زده میشم، نمیدونم چی میگم. از ارادت خیلی خوشم اومد. خندونی، دیدت به دنیا متفاوته. نمیدونم تو چه حرفه‌ای میخوای مشغول بشی، اما اگه بخوای تو شرکت یه سمت دستیار داریم. واقعا؟ آره. شوخی که نمی کنید. وای عمو جون، خیلی ازتون ممنونم عمو آلپ عزیزم. وای معذرت میخوام، ببخشید یهو اومدم و بغلتون کردم. خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنونم. قول میدم تو شرکت این کارو نکنم. خیلی حرفه‌ای کارمو میکنم. اونقدر کار میکنم که حتی شما هم حیرت زده بشین. شما یه جوری پدر شوهر دوست من هستین. ما با هم صمیمی مگه نه؟ نه، زود باش، سر سفره منتظرمونه. باشه. میهمان های عزیز، اول از هر چیزی میخوام از همه شما تشکر کنم برای اینکه منو لایق این جایزه دیدید. ولی میخوام این رو هم بدونید که بدون وجود همکارانم نمیتونستم این جایزه رو بگیرم. برای همین از اونها خیلی تشکر میکنم. بدون خسته کردن شما میخوام یکم درباره آرت لایف حرف بزنم، درباره کاری که انجام دادی. بله کان. به فرید زنگ زدی الان سر شلوغ. نسلیم به تو زنگ زدم. خوشگذرونی شروع شده، خواستم خبر. چه خوشگذرونی؟ خبرنگار اونجا نیست؟ هست. خبرنگارا اینجا چی کار دارن؟ تو باز چه غلطی کردی؟ سلین جون از استانبول چی کار میتونم بکنم؟ خواستم به عنوان یه دوست هشدار بدم. قرارداد نامزدی سرکان بولا تیتر صفحه مجازی شده. اینجوری نوشته شده. تیتر بزرگ. اگه جدا بشن دختری 1,000,000 دلار میگیره. این واقعا درسته؟ خدا نگهدار کن. فوراً امنیتو بفرستید تو ساحل همین الان. میخواستم در مورد پروژه موزه ژاپن. باید با من بیای، یه مشکل جدید پیش اومده. چی شده؟ و بله اتفاقاتی که اونجا قرار هست بیفته و چی شده؟ خبرنگارا اومدن اینجا، نگهبانا هم نمیتونن بیشتر از این جلوشونو بگیرن. خب بیان، مگه چی شده؟ چیزی شده؟ درباره تو سرکان ادعای ترسناکی است. گویا تو به خاطر پول سرکان باهاشی و سرکانم چون اینو میدونه قراردادو امضا کرده. چی؟ این چه مزخرفاتیه؟ اینجا چه خبره؟ یه لحظه بذار ببینم اینجا چی نوشته. ادا هر وقت جای خالی بخواد سرکان براش به جای جای خالی جواهر میخره. این چرت و پرتا چیه؟ یه دقیقه، این ماده شکلات بوده. شکلات بود، یعنی من برای اینکه سرکان رو عصبانی کنم اینو نوشتم. واقعا جواهر اینا نبود، پول اینا نبود. من آخه پولشو میخوام چیکار؟ ببین حتی حرف زدن دربارش سنگینه. آروم باشید ادا، الان ازت میخوام بری جلوی اونا و صحبت کنی. چرت نگو، من از این چیزا هیچی سرم نمیشه، نمیتونم. ادا نباید امروز سرکانو با این چیزا درگیر کنیم. داره یه جایزه مهم میگیره، یه قرارداد مهم رو امضا کرده. یعنی نمیتونیم درگیرش کنیم، نابود میشه. آره نمیتونه جمعش کنه، ما چی کار کنیم سلین؟ تنها کاری که باید بکنیم اینه که ادا صحبت کنه. لازمه که ادا حرف بزنه. میری اینو رد میکنی، عذرخواهی میکنی، میگی که سرکان خبر نداشته. عذرخواهی کن، یه کاری کن، بعدش من اونا رو میفرستم. قول میدم کارم همینه. اما دارم میگم این درست نیست، این جواهر نیست، این ماده شکلات بود. اگه سرکان نخواد چی؟ همش از خبرنگارا فرار میکنه. اگه بعدم بگه چرا این کارو کردی چی؟ من نمیتونم. ادا داره درست میگه سلین. نمیتونیم اونو جلوی گورگا بندازیم. از اون کاریا میخوای که قبلا انجامش نداده. الان تو باید اینو بگی چی کار باید بکنی. آره اما مخاطبشون اداست. ادا باید بره صحبت کنه. اگه یه کم ارزش قائلی برو و صحبت کن، من بعدشو حل میکنم. اونا رو میفرستم برن. ادا مجبور نیستی بری، نرو این کارو نکن، بیا با هم بریم. تا
تو استرس میگیری از حال میری. اگه بری جلوی خبرنگار رو از حال بری، اون وقت چی؟ ادا، اگه یکم ارزش قائلی برو صحبت کن، من بعدشو حل میکنم، کارم همینه. من میخوام ازتون تشکر کنم. دیگه از این لحظه به بعد هیچو نمیتونم درباره تو به خبرنگارا توضیح بدم. برای همین مثلا نامزد رفتار کنی، این اتفاق به خاطر تو افتاده. آبروی منو بردی، برای همین خودت جمعش میکنی. اینجا منتظر بمونید. Lay gifts of love down at your feet. Come take my hand and you will see. A little bit of romance in every little moment. Good as gold. Trade you all my money for your gold. Worship you 'cause honey you're like. A love that shines, but such a treasure's hard to find. More precious than a diamond mine, girl. I'll cherish you if you be mine. منم وقتی تو راه دریا رو دیدم با خودم گفتم ای کاش کشتی بیاد، یکی دستمو بگیره، بریم یه جای دور، بریم تو دل دریا. کی دست تو بگیره؟ Trade you all my money for your gold.